سلام های چطورین بچه من یه ویدیو دوباره دیدم توی یوتیوب در مورد اینکه چجوری میتونیم درآمد 500 دلار روزانه داشته باشیم با تایپ کردن اسم و یکم عجیبه تایپ کردن اسم خب چجوری میتونه برای ما درآمد زایی داشته باشه یکم برای من عجیبه و 500 دلار هم با دلار 27000 یه حساب کنیم میشه 13 میلیون 500 که رقم خیلی بالاییه حتی برای اونایی که خارج از کشور هم هستن یعنی توی کشورهای خارجی مثلا کانادا و آمریکا و اینا زندگی میکنن 500 دلار واقعا زیاده برای اونا به صورت روزانه البته میشه 13 میلیون 500 حتی اگر یک دهم ده این پول رو هم بتونیم روزانه درآمد داشته باشیم یک بیستم این پول رو هم بتونیم به صورت روزانه درآمد داشته باشیم واقعا در اون صورت هم زیاده و یه مبلغ خیلی خیلی بالاییه تو این ویدیو میخوایم با هم امتحان کنیم اصلا این روش چه روشیه آیا روش واقعیه روش علکیه یا نه و با هم بریم ببینیم تو کارش ببینیم مثلا این روش چه روشیه sure right من احسان هستم و اینجا ویژار و خیلی کمک بزرگی به هم اگر قبل از مشاهده ادامه ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید این ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت بزنید اگر زنگوله هم داریم اون زنگوله بغل بزنیم و تو حالت اول قرارش بدیم این ویدیویی که من دیدم ویدیو کوین دیوید باز توی ویدیوهای قبلی هم یکی از روش هایی که این کوین دیوید معرفی کرده بود رو با هم بررسی کرده بودیم که لینکش رو میذارم این بالا اگر خواستین اون ویدیو رو هم مشاهده کنیم و یه ویدیو وایرال تقریبا از این کانال کوین دیوید دو میلیون و هزار نفر این ویدیو رو دیدن که رقم بالاییه خود کانال کوین دیوید یک میلیون و هزار تا سابسکرایبر داره که اینم یک رقم بالایی هستش این یه روشی داره توضیح میده که با استفاده از تایپ کردن اس ما میتونیم درآمد داشته باشیم و خب من اینو میخوام ببینم, ببینم ببینم چه روشیه و بعد با هم جمعلی کنیم ببینیم اصلا این روش چه روشیه روش کار میکنه برامون یا روشی هست که کار نمیکنه خب یه خلاصه‌ای داشته باشم از کلیات روشی که این کوین دیوید میگه برای اینکه این, این درآمد رو کسب کنیم نمیدونم تا حالا شرکت زدین شرکت تاسیس کردین یا یه رو تولید کردین یا یه فروشگاهی زدین یه مغازه زدین و توی انتخاب اسم گیر کردین یا نه ولی این انتخاب اسم یکی از بزرگترین مشکلات هستش وقتی که شما یه شرکت میزنین یه محصولی تولید میکنین یه مغازهی میخواین بزنین یکی از مهمترین مسائل که معمولاً هم ذهن آدم رو درگیر میکنه چون یه جواب مشخص نداره یه روش مشخص نداره که به این اسم برسیم به این هدف برسیم و به نظرم انتخاب اسم یکی از کارهای مهم توی تاسیس شرکت هستش و میتونه وقت زیادی از اون بگیره چون هیچ روش مشخصی نداره که شما بتونید یه اسم مناسب پیدا کنید و یه جورایی خلاقانه است یه جورایی یه چیزی که شاید یه لحظه به ذهنتون بیاد شاید دو هفته روش فکر کنید سه هفته روش فکر کنید و به ذهنتون نیاد و خب یه وبسایتی رو این کمین دیوید معرفی میکنه که برامون این کارا رو انجام میده وبسایت اسکواد هلپ هستش این وبسایت این سایت کارش چیه کارش اینه که به شرکت ها کمک کنه که اسم انتخاب کنن یه کمپانی یه گروهی جمع شدن میخوان یه شرکتی رو تاسیس کنن دنبال یه اسمی هستن من نمیتونن یه اسمی پیدا کنن و مهم ها یه چیز مهمیه اسم پیدا کردن برای محصول برای شرکتشون توی برندسازی تاثیر مستقیمی داره و این سایت در حقیقت کمک میکنه به این نوع بیزینس ها به این نوع کسب و کارها که بتونن اسم انتخاب کنن و فعالیت های از قبیل این رو انجام بدن یه چیز هم مهم ها هر اسمی اسم مناسبی نیست برای کسب و کار شما فرض کنید یه مغازه‌ای دارین تأسیس میکنین مثلا اسمش رو می‌خواید بزنین پونه میخوایم توی اینستاگرام هم برای این مغازه پیج بزنین توی تلگرام یه کانال بزنین یه وبسایتی هم براش بزنین و مهمه که اون نامی که انتخاب کردین پونه ای که انتخاب کردین بتونین یه آیدی براش بسازین الان شما توی اینستاگرام پونه سرچ کنین حتما کسایی دیگه اومدن با این پونه یه اکانت ساختن توی تلگرام هم همینطور اسم سایت هم احتمالا یه سایتی زده شده با اسم پونه و اینم مهمه یعنی هر اسمی هم اسم مناسبی نیست این نکته هم به خاطر این وبسایت به ما کمک میکنه یه اسم مناسب پیدا کنیم و اون اسم مناسبی که پیدا کردیم دامنه هاش هم باز باشه یعنی توی اینستاگرام با این اسم بتونیم اکانت بسازیم و کسی دیگه نساخته باشه با این اسم توی تلگرام بتونیم با این اسم اکانت بسازیم کانال بسازیم کسی دیگه قبل از ما این کارو نکرده باشه و اون آدرس وبسایت یو یا دامین هم آزاد باشه بتونیم با اون اسم یه یو هم پیدا کنیم یه یو باز هم پیدا کنیم در حقیقت این سایت کلیاتش پس اینه داره نام ارائه میده برای کسی که میخواد شرکت بزنه یه سرویسی رو ارائه کنه یه کتابی نوشته اسم دنبال اسم کتابه دنبال اسم شرکته و داره اسم ارائه میکنه در کنار اسم طراحی لوگو هم داره طراحی تگ یعنی شعارش اسلوگن مثلا شعار نایکی برند ورزشی نایکی فکر کنم جاست دو ایت فقط انجامش بده یا مثلا اسم گوگل یه شعاری داره دیگه احتمال نمیدونم شعار گوگل چیه واقعا ولی خب احتمالا یه شعاری داره پس این سایت اسم رای میده برای کسب و کارهای جدید لوگو میتونه تغییر کنه تگ هم میتونه خب پس این از اینجا کار الان یه دونه شرکت اومده میخواد دنبال تو این سایت دنبال اسم گرده دو تا راهکار داره یه سری اسما هست از قبل از قبل یه سری اسما رو این شرکت پیشنهاد میده بدون اینکه شما اصلا یه چیزی تعریف کنیم اینو نگاه کنیم این آپشن دو view names for sale رو من نگاه میکنم ببینم چه اسمایی از قبل موجوده خب مثلا این اسمایی که موجوده میتونیم از این اسما انتخاب کنیم برای شرکتمون asyut.io هستش دارن اینو چند دلار دویست هزار دلار دارن میفروشن لوگوشو طراحی کردن این اسم مجازه این دامنه هم asyut.io هم موجوده یا مثلا nexaki.com 1699 دلار دارن اینو میفروشن برندش هم طراحی کردن لوگوشو طراحی کردن ورزوری یا اینوانی اینا یه سری اسم دیگه خود سایت اینا رو پیشنهاد میده میگه اینا رو من موجود دارم و شما که میخواین مثلا شرکت بزنید این مثلا برای شرکت خودروسازی خوبه futurecars.com چه اسم خوبیه لوگوش هم تحریک کردن یه شرکت خود سازی میخواد تحصیل بشه به نظرم اسم خوبیه از این استفاده کنم 720 و... نه 72999 دلار دارن اینو میفروشن و یه حساب با هم بکنیم همینو همین رو میخوام ببینم قیمتش به تومن چند میشه 7000 72999 زب داره دلار چنده دلار فکر کنم 28 27 تومنه ما حالا 27 تومن میزنیم ببینیم چقدر میشه 1 میلیارد و 970 میلیون و 973 هزار تومن قیمت این لوگو هستش قیمت این آدرس سایت هستش futurecars.com هستش و خودمون اگه میخواستیم بخریم چند بود یعنی .com چند دات کام در حالت عادی چنده دات در حالت عادی شما میتونید از وبسایت های ایرانی آدرس دات کام رو بخرید ده دلار فکر کنم 280 تومن 300 در همین حدود 280 300 تومنه یعنی خیلی گرون نیست ولی خب این چون کمیاب دیگه یه نفر اینو خریده اسم خوبی هم هست داره به این قیمت میفروشه و یه سری اینجا پس چیزا هست لوگوها هست که بازه و میتونه از اینجا بخرید پس اون کسی که شرکت زده میتونه از این لوگوها و آدرس دامنه های موجود آدرس نام شرکت های موجود یکیش رو انتخاب کنه و بخره یا بگه نه یه سری من مشخصات میدن من میخوام محوریت اون اسمی که پیشنهاد میشه بر اساس اون مشخصات بشه مثلا یه شرکت دارو سازی می هم میخوام محوریت اون اسمی که پیشنهاد میشه بر این اساس باشه اجازه بدین اینو با هم بررسی کنیم میام به این نیمینگ کانتست و این اکتیو کانتست رو میزنم خب الان این صفحه لود شد برای من اینا شرکت هایی هستن که دنبال یه اسمی هستن و یه سری پیشنهاد میدن مثلا این شرکت فان اند کلیر لوگو فور آوتدور هوم ویرز این شرکت یه لوگو میخواد برای یه سری توضیحات هم نوشته لوگویی که فان باشه باحال باشه هوشمند باشه برای محصولات لوازم خانگی بیرون از خونه مثلا صندلی که بیرون از خونه میزارین اینا اه, یه لوگو میخواد برای این چه قیمتی پیشنهاد داده و چه قیمتی میخواد بابت این لوگویی که درخواست داده پیشنهاد داده 300 دلار میده برای این لوگو یه نفر لوگو براش تعریف کنه که این مشخصات داشته باشه یه سری مشخصات هم نوشته البته اگر اینو باز کنیم یه سری مشخصات هم داخلش هست و 9 روز و 22 ساعت مونده تا این درخواست تکمیل بشه یعنی فرصت داریم تا 9 روز و 22 ساعت آینده که برای این لوگو بفرستیم یه نفر لوگو فرستاده الان احتمال داره 100 نفر لوگو بفرستن براش یکیشون انتخاب کنه 50 نفر برش لوگو بفرستن لوگو طراحی کنم با به این مشخصاتی که این گفته یکیش رو انتخاب کنه و 300 دلار بهش میده به اون یه نفره و یه سری الان درخواست هست دیگه مثلا یا مثلا این کمپانی نیم فور بلاک چین استارت یه دونه استارت اپ بلاک چین هستش دنبال یه اسم برای این استارت اپ 300 دلار هم میده به کسی که بهترین اسمو پیشنهاد کنه ولی خب تعداد زیادی اینجا برای این در حقیقت درخواست اسم ارسال کردن 1464 نفر برای این درخواست اسم ارسال کردن یه روز و هفت ساعت هم از فرصتش مونده و همونطور که می‌بینید یه سری درخواستش با رقم‌های بالا مثلا 225 دلار 225 دلار برای این کارا میدن هازبند اند وایف بیزینس نیم یه دونه شرکت اسم دنبال اسم برای یه مؤسسه ازدواج احتمالاً و 302 نفر هم برش درخواست دادن 200 دلار هم میده ببرنده و خب بین این 302 نفر احتمال اینکه درخواست ما هم دیده بشه خیلی بالاست و اگه حساب کنیم مثلا 200 دلار چقدر میشه 200 دلار با دلار 27000 تومان میشه 5 میلیون و 400 فرض کنیم ما یه اسمی پیشنهاد دادیم برای این شرکتی که مربوط به خدمات ازدواج و ایناست و اسمی که ما پیشنهاد دادیم و خواستن و مورد موافقت قرار گرفت در این صورت 200 دلار ما درآمد داریم از این سایت خب این از توضیحات کلی این وبسایت پس با این وبسایت آشنا شدیم داره خدمات ارائه میده برای شرکت هایی که تازه میخوان تاسیس بشن و دنبال یا اسمن یا دنبال یه شعار مناسب برای شرکت هستن یا دنبال یه لوگو هن. ما چجوری میتونیم تو این سایت درامت داشته باشین دو تا روش کلی رو با هم بررسی کردیم البته اون چیزی که نوشته روش های مختلف دیگه هم هست ولی دو تا روش کلی هستش روش اول اینه که بریم ببینیم, ببینیم دامنه های دات کام موجود چه دامنه هایی هستن چه دامنه هایی خوبن آدرس سایت هایی خوبن و کسی نخریده اونا رو تا حالا به عنوان مثال ویجاردو دات کام. به نظرم یه آدرس سایت خوبه و سرچ میکنم حالا یه سری دوش هایی داره که بتونیم بفهمیم این دامنه ها. این آدرس سایت فروش رفته یا نه هنوز موجوده میبینم که کسی نخریده و به نظرم فروش میره یه آدرس خوبیه که بقیه احتمالا بخرنش و با قیمت بالایی بخرنش یه آدرسیه که خیلی خوبه یه اسم شرکتیه که به نظر من خوبه خب میرم این ویژاردو رو کامو میخرم و خیلی راحت ده دلار 300 تومن 300 هزار تومن میدم سایت های ایرانی هم میفروشن مثلا مثلا میهن وب شما برین میتونید از میهن وب پاس میتونید از ایران سرور از یه همچین سایت های آدرس دامنه آدرس سایت بخرین و 300 هزار تومن میدین اون آدرس ها رو میخرین میان تو این وب وبسایت میفروشین میزنیم برای فروش و با چه قیمتی میفروشین ما هم دیدیم دیگه مثلا قیمت های بالایی داشتن مثلا دو هزار دلار هستش 900 دلار هستش از 1500 دلار تقریبا شروع میشن اسمای خوب اون اسمی که انتخاب کردیم باید اسم خوبی باشه که بقیه بخرنش یعنی در حقیقت مشتری پسند باشه اسمه و از 1500 شروع میشه 1500 دلار تا میره برای 2000 دلار برای 24000 دلار حتی اینی که دیدیم با هم چند بود 200000 دلار هم بود اینجا میزنیم فروش پس این یه روششه که میتونیم از این روش درآمدزایی کنی از طریق این سایده. روش دوم چیه روش دوم اینه که بیاین به این مسابقات یا کانتست های مربوط به اسامی شرکت های یه اسمی خواستن یه لوگویی خواستن یه شعاری اسلوگنی خواستن و تو اینا شرکت کنین و اینجا هم دیدیم دیدیم مثلا درآمدشون برای کسی که برنده است و همه اونایی که شرکت میکنن نیست 300 دلار مثلا 100 نفر یه دونه لوگو پیشنهاد میدن یکیشونو برنده اعلام میکنه یکیشو شرکته میخواد میگه که من اون لوگو رو میخوام 300 دلار بهش میدم اسم رو میخوام 300 دلار بهش میدم اینجا یه سری درخواست هست تو اینا شرکت کنید پس این دوتا روشی که این سایت داره و به نظر توی مرحله اول خوبه و درآمد خیلی خیلی بالایی میشه ازش به دست آورد یه بخش دیگه هم داره تا یادم نرفته بهتون بگم الان این بخش در حقیقت اسمیابیه درخواسته اسمه این بخش دیگه داره نیمین کانتست ریسنت مینرز داره نشون میده که اخیرا چه کسایی تونستن از این در حقیقت درخواست اسمیابی درخواست لوگو و شعار پول در از این سایت مثلا این درخواست رو ببینین یه دونه تراست Name نیم میخواد یه دونه اسم قابل اعتماد میخواد برای کپیتال اینوستمنت کامپنی برای یه شرکت سرمایه گذاری دیویس دلار هم پول داده چه اسم پیشنهاد شده و برنده شده این اسمه ویلترون, ویلترون یه همچین اسمی دامنه هم براش بوده 200 دلار این طرف که حالا اسمش گنداکه تونسته از این طریق درآمد داشته باشه این یکی چطور خب این یکی رو مثلا یه دونه مکسیکن فود کامپنی لوگو میخواد یه دونه لوگو میخواد برای یه دونه شرکت غذای مکزیکی و 300 دلار درآمدش بوده 300 دلار پولش بوده این دوگویی که برنده شده این چیزا میاد زیاد خوب دیده نمیشه خب این توضیحات میاد اینا با کسی که لایک کردن دیده نمیشه زیاد خوب این یکی مثلا Catchy name for building construction consulting یه دونه شرکت ساختمونی میخواد یه دونه اسم درخواست کرده 100 دلار پولش بوده و چیزی که پیشنهاد شده بیل... بیلد یه همچین چیزی بیلد ویزورز, بیلد ویزورز. هم آدرسش هم باز بوده اینو پیشنهاد داده 100 دلار این طرف تونسته درآمد داشته باشه یا این یکی مثلا 100 دلار درآمد داشته لوگو فور پویز پلام نمیدونم چیه یه لوگو تحریک کرده یا بیان پایین تر آها یه سالن ناخونکاری دنبال اسم گرده و یکی پیشنهاد داده The Nail Loft 100 دلار درآمد داشته این یه نفر و اینجا میتونیم ببینیم که افراد مختلف چقدر تونستن درآمد داشته باشن از این وبسایت براتون نشون میده اینجا خب من این روش اول رو اصلا نمیخوام امتحان کنم همونی که گفتیم دامنه و آدرس سایت دات کام خوب بخریم بذاریم تو این سایت برای فروش چون ریسکش بالاست چرا ریسکش بالاست چون شما 300 هزار تومن میدین و یه اسمی انتخاب میکنیم میذاریم توی این وبسایت معلوم نیست فروش بره یا فروش نره ولی خب ریسکش یکم بالاست 300 هزار تومن هم تقریبا زیاده من این کارو نمیخوام امتحان کنم چون تقریبا ریسکش بالاست و خب احتمالا با یه اسم نشه باید 4 5 تا اسم بخریم دامنه بخریم بذاریم تو این سایت برای فروش و احتمالا مناسب نیست ولی روش دوم میخوام امتحان کنم همین درخواستای اسمی که داشتن درخواستای لوگویی که داشتن درخواستای در حقیقت اسلوگن یا شعاری که داشتن اینا رو میخوام انجام بدم یه برای چند تاشون درخواست ارسال کنم و ببینم چه <applause> خب من حدود دو ساعته که دارم تو این سایت میگردم ببینم روش کارش چجوریه و واقعیت همش این بود که اول کار خیلی امید داشتم که میتونیم از این سایت یه درآمدی حالا در حد 50 دلار حتی 10 دلار به صورت روزانه یا 20 دلار به صورت روزانه برداشت کنیم و واقعیتش رو بگم من قصد داشتم که با بچه های تیممون حدود یه هفته روی این کار کنیم ببینیم که میتونیم واقعا برداشت کنیم یا نه روش علکیه. و من چند تا نکتر متوجه شدم تو این مرحله اول توی این دو ساعتی که تو این ساعت داریم فعالیت میکنیم اولین مسئله ای که هست موقع ثبت نام از شما میپرسه که کدوم کارا رو میخواین تو این ساعت انجام بدی میگه که میخوای پارتیسپیت کنی توی نیمینگ کانتست ها توی درخواست های نام میخوای شرکت کنی تو هم تو این درخواست شرکت داده بشی و بتونی یه اسمی رو پیشنهاد کنی به اون کارفرما به اون شرکت یا نه اگه میخوای این کار رو انجام بدی 10 دلار ساین اپ فی هزینه ثبت نام ازت میگیریم 10 دلار باید بدی که تو این درخواست ای اسم دهی تو هم بتونی اسم پیشنهاد کنی به اون کارفرماه که شاید کارفرمایه اون اسمی که تو پیشنهاد دادی خوشش اومد و اون مبلغ رو بتونی برنده بشید و خب پس ده دلار اینجا از ما میخواست این یه مسئله برای بقیه نمیخواد برای مثلا لوگو کانتست ها برای طراحی لوگو نمیخواد چیزی برای فروش دامنه یا آدرس سایت ها چیزی نمیخواد الان چیزی نمیخواد اینجا فقط برای اینکه توی اون مسابقات و درخواست اسم شرکت کنیم ده دلار هزینه ثبت هم میخواد خب گفتم اوکی تا اینجای کار من تو مسابقات و درخواست های شرکت نمی کنم بجش بذارین ما اسم دامنه بفروشیم نام سایت بفروشیم یه سایت هایی بفروشیم خواستم این رو امتحان کنم من واقعیتش ده دلار هزینه زیادیه ده دلار میشه دیویست و هزار تومن بعد درد سر هم داره یعنی مثل عادی نیست که از ایران ما نمیتونیم ده دلار برای اینا واریز کنیم کارت بانک های ما رو ساپورت نمیکنن که اینا و یه سری درد سرم داره پس گفتم اوکی فعلا اینو میذارم کنار اصلا تو اینا شرکت نمی کنم بذار ببینم بقیه اون سرویس هایی که ارائه میده چجوریه خواستم دامنه بفروشم اسم سایت بفروشم ببینم که این دامنه ها آدرس سایت ها رو میتونم بفروشم یا نه و چیزی که متوجه شدم دو تا روش داره برای فروختن دامنه روش اولش اینه که شما میخواید دامنه ای رو بفروشی خریدی یه دامنه رو خریدی مثلا ویجاردو دات رو خریدی میخوای اینو بفروشی تو این سایت سبمیت دامین یو اوم رو میزنی اسم دامنه رو میزنی خب مثلا من میزنم ویجاردو دات رو من میخوام بفروشم چند میخوام بفروشم مثلا دو هزار دلار و اینجا یه پیامی نوشته You would need one squad help coin to submit the domain میگه شما باید یه دونه سکه این سایت ها رو بدی هر سکن معادل یک دلاره چیزی که من خوندم که رو بزنین برای اینکه سکه این سایت ها رو بخریم باید یه دلار بدیم به ازای هر یه سکه پس اینجا هم از ما پول میخواست وقتی شما یه دامنه ای رو پیشنهاد میدی که میخواد بفروشی روی این سایت یه دلار باید بدی که دامنه بذارم بذارن اونجا برای فروش پس اینم از این از اینم پشیمون شدم گفتم بذار این روش دوم امتحان کنید ساب میتن آن یه دامنه ای هست شما نخریدی این دامنه رو ولی پیشنهاد میده این دامنه بازه کسی نخریده و به نظرم این رو بفروشون تو این سایت. خب اینم میزنیم و اینجا اسم سایت رو دوباره میزنیم مثلا vjardotest.com کسی اینو نخریده تا حالا بعد میگه که این دامنه که کسی نخریده رو میخواد چیکار کنیم میخوایم ما بخریم یعنی سایت بخره اسکواد هلپه بخره این دامنه wejardudes.com رو اگه تایید شده البته اینو بررسی میکنم ببینم دامنه ای که شما پیشنهاد دادین بذارم برای فروش دامنه مناسبی هستش برای فروش فروش میره یا نه اگه تایید شد میگه اینو ما بخریم بعد به شما کمیسیون بدیم یه درصدی بدیم که شما این دامنه رو چون پیشنهاد دادین یه درصد همکاری هم به شما بدیم یعنی که نه خودتون میخواید بخری بذاری برای فروش میتونیم بگیم که من ترجیح میدم خود اسکواد هلپ بخره بر من اگه اینو ترجیح بدیم 10 تا پوینت میخواد باز تو این حالت هم نوشته برای ما 10 تا پوینت میخوام یعنی برای اینکه این, که این ویجاردو تست دات کامر رو این سایت بخره بذاره تو سایتش بر فروش 10 دلار از ما میخواد همچنان و این اتفاق یعنی برای هر عملیاتی که شما میخواید تو این سایت انجام بدین هر کاری که تو این سایت میخواین انجام بدین ازتون پول میخواد و این برای من یکم عجیبه و یکم خوشایند نیستش برای هر کاری که میخوام تو این سایت انجام بدم از من پول بخواد اجازه بدین یه نمونه دیگر رو با هم بررسی کنیم یه سایتی هست به اسم freelancer.com نمیدونم با این سایت آشنایی دارین یا نه ولی یه سایتی هست که پروژه های معمولا برنامه رو توش میذارن شما میرین به عنوان فریلنسر به عنوان خیش فرما میگه من میتونم این پروژه رو انجام بدم کارفرما میاد یه پروژه ای رو توی سایت فریلنسر میذاره یه نفر دیگه میره میگه من میتونم این پروژه رو انجام بدم و اینجا کارفرما رو در حقیقت وصل میکنم به اون کسی که اون کار رو میتونه انجام بده سایت فریلنسر هم همچین ویژگی داره پول ازتون میخواد ولی ولی شما تا 6 تا درخواست رو به صورت رایگان به صورت ماهانه میتونی شرکت کنی یعنی یه بخشیش رایگانه یکم میتونی امتحان کنی توی سایت فریلنسر با سایت فریلنسر کار کنی اگه خوشت اومد و یکم تونستی باش کار کنی یه درآمدی تونستی با این 6 تا درخواستی که برای کارفرما ارسال کردی به دست بیاری و دیدی که واقعا سایت فریلنسر کار میکنه در این صورت میتونید پلن های پولی رو بخری بگی مثلا من میخوام 16 تا درخواست بتونم در ماه بدم 6 تا درخواست رو افزایش بدی به 16 تا به 20 تا نمیدونم برای پلن ها چجوریه دقیقا ولی خب یه هزینه ای میدی اون تعداد درخواستات افزایش میدی محدودیتی یکم از بین میره ولی تو این سایت از اولش برای ما از برای هر کاری پول میخواد یعنی یه محدودیت نداره برای ما یکم عجیب و من واقعیت ام این استش که میخواستم کار کنم یه هفته ببینم کار میکنه این سایت یا یعنی. نه ولی با این اتفاق که الان دیدم و از همون ابتدای کار این سایت از ما پول میخواد به نظرم سایته سایت سایت فیشینگ شاید سایتیه که هزینه هاش رو و اون درآمدش رو از طریق فروش دامنه فروش اسم در نمیاره از طریق عضویت ها در میاره شما فرض کنید روزانه ده نفر فقط زیاد نه ده نفر بیان تو این سایت ثبت نام کنن 10 دلار بدن روزانه 100 دلار درآمد به راحتی به راحتی آب خوردن میتونه این سایت در بیاره و من حس خوبی ندارم و من ده دلار رو هیچوقت نمیدم به این سایته که تو این سایت فعالیت کنم تا روزی شاید تونستم یه پروژه از کارفرما بگیرم و صاحب درآمد بشم و من این کار رو نمی کنم بعد یه چیز دیگه هم متوجه شدم دو تا نکته دیگه هم متوجه شدم این صفحه ای بود که با هم بررسی کردیم مربوط بود به در حقیقت اون کسایی که تونستن از این وبسایت درآمد داشته باشن در چند روز اخیر الان که داریم ویدیو رو می کنیم 10 سپتامبر. ببین تاریخ‌هاشو دقت کنین. این آخرین فروش برای 7 سپتامبر. اینم برای هفته سپتامبر. یعنی توی هفته سپتامبر فقط دو تا فروش داشته. دو تا معامله توی این سایت شده. این برای 6 سپتامبر. یه روز قبلش. این برای 5 سپتامبر، برای 4 سپتامبر، 3 سپتامبر. برای 3 سپتامبر، 3 سپتامبر، 2 سپتامبر. می‌بینیم به صورت متوسط اگر حساب کنیم روزانه دو تا معامله دو تا از این طریق سایت به صورت متوسط دو تا یا سه تا میتونه این سایت معامله داشته باشه و به نظرم شانس خیلی کمی داریم اگه روزانه فقط یه دونه یا دو تا معامله تو این سایت انجام بشه ما یه دونه از اون معامله ها باشیم ما میتونیم یکی از این معامله ها رو به دست بیاریم اینم از این اینم باعث شد که من اعتمادم به این سایت کم بشه و به نظرم یکم سخت که شما بتونین درآمد داشته باشین یه مسئله دیگه هم من متوجه شدم این در حقیقت درخواست اسمیابی هستش ما میخوایم توی یکی شرکت کنیم خب من دو تا درخواست رو پیدا کردم و باز کردم این مثلا درخواست دنبال یه تگلاینه دنبال یه شعار برای یه برند تجارت الکترونیک و یه سری توضیحات داره این اوکیه ولی بعضی از این درخواست ها یه همچین پیامی داره میگه که The contest is only open to tire A creative. خب این یعنی چی؟ این یه درخواسته یه دونه تگلاین میخواد برای یه مؤسسه یه شرکت کاری نداریم باش ولی میگه که فقط کسانی میتونن تو این درخواسته شرکت کنن و با کارفرما ارتباط داشته باشن که در حقیقت یه رده ای در این وبسایت داشته باشن یه سابقه ای در این وبسایت داشته باشن و من که تازه تو این وبسایت ثبت نام کردم چون سابقه ای ندارم در این وبسایت نمیتونم در این درخواست شرکت کنم در این در حقیقت کارها شرکت کنم و اینم یه عیب به این وبسایت هستش که باعث میشه که من زده بشم از این سه وبسایت و اعتمادم به این وبسایت کم بشه و با توجه به این شرایطی که با هم بررسی کردیم با این توجه به این چند سایتی که من با این سایت کار کردم در حال حاضر به نظرم این سایت سایت مناسبی نیستش که روش وقت بذاریم و اونطوری که من دارم حس میزنم درآمدش رو داره از ثبت نام در میاره یعنی پولی که داره در میاره اینه که ده نفر روزانه میان تو این سایت ثبت نام میکنن و از اینجا داره درمیاره. میاره در حالی که درست بود که درآمد رو یه کمیسیونی از هر معامله برداره این مثلا 300 دلار یک معامله 300 دلاری هستش 10 درصدش رو سایت بگه مال منه میتونست این کارو انجام بده ولی الان که دارم نگاه میکنم بیشتر اون در حقیقت درآمدی که احتمالا این وبسایت داره در میاره. از طریق عضویت حق ثبت نامه و حق اینه که شما دامین بذارین و هزینه گذاشتن دامین تو این وبسایت است و با توجه به این شرایط من به هیچ وجه رو توصیه نمیکنم تو این وبسایت فعالیت کنین و به نظرم یه وبسایت احتمالا مناسبی نیستش و نمیتونیم درآمد داشته باشیم و یه شعاف احتمالا تبلیغاتی بوده بیشتر ولی یه پیشنهاد دیگه براتون دارم من نمیدونم که الان در حال حاضر یه همچین وبسایتی نسخه ایرانیش هست یا نه یعنی یه وبسایتی باشه که به شرکت ها کمک کنه برای پیدا کردن اسم مناسب برای شرکت یه محصول خاصه و به افراد کمک کنه یه اسم مناسب برای کسب و کارشون پیدا کنن نمیدونم نمونه ایرانی یه همچین وبسایت هایی هست درست کار کنه ها مثل این از هزینه ثبت نام پولش رو در نیاره یه خدمات واقعا خوبی رو ارائه بده به کسب و کارها نمیدونم نمونه ایرانیش هست یا نه ولی به نظرم دنبال این ماشین بگردین اگر نمونه ایرانیش نیست یه بررسی بکنین ببینیم کار میکنه کار نمیکنه من در مرحله اول به نظرم میاد که یه همچین وبسایتی اگر نمونه ایرانیش رو کسی بزنه احتمال داره که با تبلیغات مناسب با هدف گذاری مناسب و با برنامه مناسب بتونه به درآمد برسه مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودیم و به نظرم اگر در آینده هم با همچین وبسایت هایی برخوردیم که برای شروع فعالیت اون وبسایت ازتون پول خاست هزینه خاست. واریز نکنین چون احتمال این وجود داره که اون وبسایتی یه وبسایت جعلی باشه یه وبسایت فیکی باشه و فقط اون درآمدش منابع ثبت نام باشن و اون منبع درآمدش فقط اون ثبت نام ها باشن مرسی که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین سابسکرایب کانال حتما یادتون نره این ویدیو رو لایک کنید و برام کامنت هم بزنید تا یه ویدیو دیگه فعلا خدافظ